داشتم میکروفون سیار رو این خواهر پشمان سرشو قبل این خواهر سرشو بگن اون خواهری که رو سر آبی دارن خیلی جالب گفتیم برای که گفتیم دانشجوی روانشناسی ذهن من اومد که از لحاظ جنگ فرهنگی داری یه جوری شما میبرید تو اون ور مثلا پد موسیقیتون سریالای تلویزیونتون میدونید تو اون ور آمریکا ایران یا چقدر دارن معماش رو نگاه میکنن این کاملا استراتژیک این سریال یا موسیقی شما رو الان دارن گوش میدن اونجا مثلا آقای محسن چاوشی یا رضا صادقی من اصلا نمیگم اینا خوبن یا بدن ممکن بعضی نه از اینا داشته باشن دارن میگن اونا اون طرفیا دیگه نمیتونن با شما رقابت کنن این خودش برد استراتژیک فرهنگی هستش نقدم که صحبت کردیم نقدو بین خودمون بکنیم اگه بین خودمون نکنی یا یه کسی بخواد ما رو سرکوب کنه تو نقد کردنش نقدو کی میکنه بی بی سی پرشن خائن من و تو خائن بقیه‌شون کسایی که اسم ببرن و عدم توجه ما تو کشور داریم تو علوم انسانی ما خیلی تو علوم ریاضیات و علم و الکترونیک قوی هستیم به خاطر اینکه همیشه ضعیف بودیم و همیشه باید خودمون سریع میرسونیم به غرب ولی تو علوم انسانی حسابی عقب موندیم یا اگه عقب نمودیم داریم همون آرمانهای غربی رو ترجمه میکنیم به فارسی تو کله مردم میکنیم این فاجعه است به نظر من بله یا تو اقتصاد تمرکز نمیکنیم کسایی که نمرهشون کم باشه تو کنکور اونا باید میرن تو رشته اقتصاد بعد ترجمه میکنیم چون اقتصاد اون ضعیفه خیلی اقتصاد مهمه لخوا داره تو اقتصاد نه فقط تو ریاضیات و برق و اینا بله؟ اجازه پرورگی هم باشن سوال بپرسن مدتی با استادانشون بفنن بگین سوالتون از من دارین یا از پروفسور مفاد؟ از آخر ایشون رو ناراحت میشن این وقتی مسئله نیست ما هر جا نیاز شد دخالت میکنم باش بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزانی و هموطن عزیز و بزرگوار اصلا که میخواستم عرض کنم نمیخوام فوکوس کنم روی همین شعار مرگرم اما به عنوان یک دانشجوی حقوق و صد البته به عنوان یک بسیجی که شعارش بصیرته میخواستم این مطلب بگم که بی نهایت این مطلب رو قبول دارم که حضرت عالی فرمودن وحدت کلام باید وجود داشته باشه اما قبل از اینو قبول دارم که حضرت امام فرمودن هر چه فریاد دارید در سر امریکا بکشید این مطلب به کنار اما فکر میکنم فقط نظرم میخوام بگم قدر اندازه نیستم که بخوام به حضرت عالی انتقاد داشته باشم اما مطلب اینه که صهیونیسم جهانی همونطور که خیلی جا داره اعمال نفوذ میکنه مهمترین چیزی که در اختیار داره امپراتوری رسانه‌ایه علی‌الخصوص خود آقای مرداک همون مردوخ در واقع این امپراتوری رسانه‌ای که در اختیار دارن فکر می‌کنم این دیدگاه منفی که مردم امریکا نسبت به ملت ایران دارن نه تنها بر اساس شعار مرگ بر امریکا نیست بلکه بر اساس اون میلیون‌ها دلار یا میلیاردها دلاری که داره هزینه میشه برای ساخت فیلم‌های مثل روبوکاپ یا ترانسفورمرز و امثال فیلم‌های مثل 300 که ملت ایران یه ملت متوحش و عقب افتاده داره جلوه میده احساس می‌کنم برای همینه که این تنفر نسبت به مردم ایران وجود داره شعار مرگ بر امریکا در واقع چیز بدی نیست که ما بگیم نمیخوام اینو داشته باشیم ما کوتاه نمیایم تا جایی که استکبار هست مبارزه هست و تا وقتی مبارزه هست ما هم هستیم بله نه من کوتاه میام فقط بعد دارم میگم ما هم‌عقیده هستیم فقط من دارم سر میگم چیزی که دارم به شما سر میکنم انتقال بدم اینه که خیلی استراتژیک تر برخورد بکنیم بله فقط شما گفتیم رسانه دستشونه فقط رسانه نیست سیستم فاینانشال آمریکا فاینانشال اقتصادی و مالی دستشونه و هالیوود دستشونه که هالیوود جدا از رسانه‌ای هستش این تمام ابزار مدیریت جهان دست ایناست البته ما مدیریت اینا رو قبول نداریم ما مدیر ما امام زمان هستش ایشون داره دنیا رو مدیریت میکنه هر حق هم همیشه میبره آخر همیشه حق میبره سوالو چون هر باری که بنده به پرسش‌های دوستان عزیز آقای پروفسور و آقای دکتر نگاه می‌کنم این نقش لابی صهیونیستی که درون ایالات متحده آمریکا دارن اعمال قدرت می‌کنن خیلی فاحش غیر مستقیم یا مستقیم شما و اساتید گرانقدر دارن به حضور و تأثیری که دارن حداقل اینکه ما نتیجه کارشون رو داریم می‌بینیم آقای دکتر شاید بگم قوی‌ترین و موثرترین اقلیت قومی که در اون ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا وجود دارن همین یهودیانی که هستن خیلی تو ادبیات ما باید مواظب باشیم ما مشکلی با یهودیت یا یهودیت هم نیست بابا کلاس نیست بله این خیلی مهمه از همین بول میگیرن به شما میگن آنتی سمایت ضد یهود این بخش از اینقدر قوی شد تو قلب که وقتی این بخش رو به کسی میزنن دیگه طرف دیگه اصلا دیگه احساس میکنه هیتلره
خیلی تو ادبیاتون بعد مواظب باشین ضد سنگین یهودیا اجازه بدین یهودیا تو رژیم تو رئیس جمهور قبلی رهبرای یهودیش اینا اومدن تو نیویورک تو یونایتد نیشنز میتینگ هر سال تو سپتامبر دارن ایشون علنا اومدن با آقای احمد نژاد روبوسی داشتن گوش میکنی یه گروهی هستن به نام نیوترال کارته که خواخامه یهودی هستن ما اون لباس و قیافه و اینا ولی اینا با ما تو خود رژیم صهیونیستی خیلی با ما هستن اینجا وقتی ما بخشش میگیم به همه رو بگیم یهودی اولا به 30,000 یهودی داخل ایران توهین کردیم که اینا خیلی با ما هستن توجه میکنی بعد به 18 میلیون یهودی دیگه که خیلیشون میتونیم به طرف خودمون بیاریم حمله کنیم ولی این وقت خیلی تو ادبیاتمون مواظب باشیم و این صهیونیستایی که فکر کنم طبق آماری که من داشتم نگاه میکردم بیشتر از 281 تا مؤسسه و 250 تا اتحادیه و منطقه‌ای فقط دارن که هر تغییری که شده از طریق اعمال قدرت داخل سنای آمریکا برگزاری نشست‌ها و همه خدمه اخیراً فقط و فقط متمرکز شده برای اینکه جلوگیری بکنن از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مؤلفه‌های چانه‌زنی سر میز مذاکره. من می‌خواستم بیشتر اینو برای ما روشن بکنیم این اعمال نفوذ صهیونیست‌ها در سیستم قدرتشون با این محوریت که چطوری دارن تنظیم می‌کنن نوع رابطه خارجی و دیپلماسی عمومی آمریکا رو در رابطه با ایران. ببین اول تو قسمت اقتصادی سیستم مالی جهانی کاملا دست اینا برای 250 سال اخیر بوده. شما حتی اون پنج برادر راتشالد مطالعه کردین دیگه کی بودن این جونورا؟ تو هر کشور تو هر شهر به اصطلاح اصلی اروپا از لندن، نیپلز، فرانکفورت، پاریس و شهرش رو بزنن وین. اینا سیستم بانکی کاملا زیر سلطه اینا هستش اینا که صهیونیست تبار هستن یک دو سیاست خارجی آمریکا تو خاورمیانه کاملا زیر کنترل ایناست از اتاق تفکر Council on Foreign Relations گرفته تا Heritage Foundation یا اتاق تفکر دیگه هستش American Enterprise Institute اینا اتاق تفکر سطح بالا هستن تو خاورمیانه کاملا دست ایناست برای اینکه سیستم آمریکا سیستم دولت آمریکا اینقدر فساد مالی توش هستش که هر کسی بیشتر پول بده نفوذ بیشتری داره بعد و قبل از اینکه چون این آخرین سوال و قرار مراسم اجرا بشه حتما نوبت به دوستان خواهد رسید این آخر مراسم هست چند شخصیت برجسته هستن؟ اگه ما اینجا میتونیم یک ساعت دو ساعت دیگه بشینیم اگه شما دوست دارین استار رو دارین هیچ مسئله نیست مانی خدا بگیر هشت ساعت ما رو رانندگی کردیم ساعت 3 صبح از ارومیه تا اینجا ارزش شما داره که ما دو سه ساعت دیگه اینجا بشینیم ولی دارم میگم اسم این شخصیت ها رو هم از پروفسور که در حدی غیر اون نظر شما درباره این شخصیت ها سعی کردیم این اسم و این شخصیت هایی که انتخاب بشن بیشترین تاثیر رو نسبت به سیاست چه داخلیشون چه خارجیشون داشته باشن خیلی خوشحال میشیم که نظر شما رو درباره این شخصیت ها بدانیم محمد جواد ظریف